همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن. آقای ندیمی، کمک هایی که روسیه از جمهوری اسلامی گرفته تا چه حد کارایی نظامی داره و آیا صرفا محدود میشه به همین پهپادهایی که اسم ازشون برده میشه در اخبار بیشتر؟ خب بخش قابل توجهش همین شاهدهای 131 و 136 بوده که در این ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی در اختیار روسیه قرار داده و همطور آموزش و تعمیر و نگهداری و استفاده از اونها رو حتی کمک کرده به روسیه. برده 931 حدود 300 کیلومتر، 936 بیش از 700 کیلومتر برد دارم، بین 20 تا 40 کیلوگرم ماده منفجره هم میکنن و دقت قابل توجهی هم دارن اگر بتونن به هدفشون برسن. در ماه‌های اولیه با درصد موفقیت خیلی بالایی تونسته بودن اهداف غیر نظامی، زیر ساختارهای اقتصادی و همچنین بعضی اهداف نظامی اوکراین صدمه وارد بکنن. همچنان هم این حملات بعد از یک وقفه 3 هفته داره انجام میگیره، ولی خب اوکراین موفق شده که راه‌های مقابله با اون رو پیدا بکنه و تعداد قابل توجهی از اونها رو قبل از اینکه به هدفشون برسن از بین ببرن. چند نوع دیگه از این هواپیمای بدون سرنشین هم ایران در اختیار روسیه ظاهرا قرار داده با تعداد خیلی کمتر و صحبت از موشک‌های بالستیک فاتح 110 هم هست که ممکنه ایران در اختیار روسیه قرار داده باشه، هنوز استفاده نشده. و دیگر تجهیزاتی که ایران به روسیه داده مثل زره‌های محافظتی از سربازها، کلاهخود هست و تجهیزات محافظتی انفرادی هست که مقدار در اختیار روسیه قرار داده. البته بیشتر اینجا الان صحبت در گزارش اخیر بحث اعطای اسلحه از کره شمالی به روسیه هست که به خاطر مرز مشترکی که داره کره شمالی با قطار خیلی راحت میتونه این اسلحه رو انتقال بده. صحبت از موشک های زد تانک و همینطور راکت اندازه انفرادی هست که میتونه کمک قابل توجهی به روسیه باشه، به خاطر اینکه کره شمالی درسته که بیشتر ذخایر تسلیحاتیش قدیمی هست، مربوط به کپی همون اسلحه های قدیمی شوروی سابق هست، ولی جدیداً تسلیحات قابل توجهی تولید کرده، از جمله یعنی موشک ضد تانک به اسم بولسای 5 ساخته که میتونه 5500 متر برد داشته باشه تا تانکایی که زره تا 120 سانتی متر ضخامت دارن و بهش نفوذ بکنه، از بالا به حمله بکنه به تانک‌ها مثل همون موشک‌های جاولینی که آمریکا در اختیار اوکراین قرار داده. و اگر روسیه به تعداد قابل توجه مجهز بشه به این موشک‌های ساخته کره شمالی، میتونه در توان ضد تانک روسیه تاثیر قابل توجه داشته باشه. گلوله‌های توپخانه‌ای هم که روسیه کره شمالی در اختیار روسیه قرار داده هم میتونه به افزایش حجم آتش توپخانه روسیه تاثیر داشته باشه. حالا چرا این اسلحه ها رو از روسیه، از ایران کره شمالی داره؟ آقای ندیمی، بذارید سوال دوم هم بپرسم، شاید به این بخش هم بتونید در اونجا جواب بدید. اینکه همینی که جمهوری اسلامی روسیه اومده از جمهوری اسلامی کره شمالی اسلحه گرفته که با قدرت های طراز اول نظامی دنیا فاصله بسیاری دارن، خودش نشونه ضعف نظامی روسیه نیست؟ ممنون میشم اگر کوتاه پاسخ بدید. بله، خب میشه گفت تا یه حدی بله، به خاطر اینکه توان پهپادی روسیه چندان پیشرفته نبوده، تازه داره سعی میکنه که امکانات داخلی خودش رو بالا ببره، ولی نیاز مبرم به جنگ اوکراین باعث شده که این توانایی سعی بکنه از طریق ایران دریافت بکنه. خب کشورهای دیگه مثل چین ظاهرا حاضر نبودن که این امکانات رو به روسیه بدن. به نظر میرسه که روسیه ذخایر موجودیه خودش خیلی کم شده، مثل مهماتی که از کره شمالی وارد کرده، و از طرف دیگه شاید هم واقعا داره برای یک حمله عمده به اوکراین خودش رو مجددا آماده میکنه و برای همین نیاز به تسلیحات و مهمات هرچی بیشتر داره.